سلام میکنم به تمام همراهان عزیز و دوست داشتنی آموزش افتر افکتس. با ویدئوی چهارم این سری در خدمتتون هستم با خیلی نکات جالب و کاربردی. ویدئوی کوتاه‌تری داریم اما پر از نکات کاربردی و جالب. بدون مقدمه میرم سراغ وارد کردن تصاویر. یه تصویر رو وارد کامپوزیشن میکنم، سعی میکنم صدا هم داشته باشه، البته ما میتونیم موزیک هم وارد کنیم. بسیار خوب، نکته‌ای که توی ویدیوهای قبلی بود بهش اشاره میشد و اشاره نشد این بود که گاهی ما با ویفورم سر و کار داشتیم که امواج صدا رو میتونستیم ببینیم و اگر خاطرتون باشه میتونستیم مارکر بذاریم توی تایملاین جاهایی که ضرب آهنگ داشتیم یا میخواستیم اون قسمت از آهنگ اتفاقی بیفته. خب مشکلی که وجود داره اینه که ما به راحتی و خیلی دقیق نمیتونیم ببینیم که کجا ویفورم به چه شکلی در اومده، خیلی نامفهوم هستش. به همین دلیل شما میتونید ویفورم رو از این پایین ریسایز کنین و به سایز دلخواه در بیارین، بهتر ببینینش، مطمئنم خیلی بیشتر بهتون کمک میکنه. پس اولین نکته‌ای که داریم اینه که شما میتونین با ریسایز کردن ویفورم اطلاعات بیشتری از صدا داشته باشید. خب بریم سراغ نکات بعدی که باید حالا گفته میشد یا تو این ویدیو میتونیم بهش بپردازیم. پاک میکنم کلن کامپوزیشنم رو. خب اگر خاطرتون باشه ما اواخر ویدیو قبل، یعنی دقیقا آخر اون ویدیو، یه سری تصاویر رو تونستیم از پایین صفحه پوزیشن شیفت آر شیفت اس شیفت تی همه رو کیفریم میزنم، تصاویر رو تونستیم از پایین صفحه به مثلا بالا سمت راست کامپوزیشن برسونیم. با هندل ها تونستم مسیر حرکت رو تغییر بدم، شاید اسکیل رو به همین اندازه نگه دارم روی 21%. اگه بخواین رو همین 21% اسکیل رو داشته باشیم میتونید دو تا کار بکنیم، یعنی اینکه این کی فریم اسکیل رو کنترل سی بزنیم، اینجا کنترل وی بزنیم تا پیست بشه و اسکیل ثابت باشه، کنترل زد میزنم، یا اینکه روی گزینه اد اور ریموو کی فریم ات کارنت تایم کلیک کنین تا اینجا کی فریمتون گذاشته بشه. خیلی خوب، میام ابتدا بزرگترش میکنم، میتونم اسکیل رو اصلا کم کنم تا این انتها حدودا بشه 30% و بیشتر بگیرم. خب حالا روتیشن هم به تبع اون میتونیم داشته باشیم. بسیار عالی. و اوپاسیتی میتونه ابتدا 0 باشه و تا یه جایی تقریبا ثانیه 2 به نیمه کار 100 بشه. خب من یه مشکلی اینجا داشتم، مشکل هم این بود که توی اوپاسیتی شد 1% و حالا به 100 رسوندمش. میتونم چک کنم توی فریم اول روی 1% هست. خب من الان خیلی راحت میتونم برگردم به کی فریم اول اوپاسیتی. چرا؟ چون دقیقا روی فریم صفرمون هست، میتونم سی تی آی رو بگیرم و درگش کنم سمت چپ، اصلا هم لازم نیست دقیق باشم چون به منتهای علیه سمت چپ که برسونمش روی فریم صفر. اما همیشه کار به این راحتی نیست، شما ممکنه کی فریم ها رو توی زمان های دیگه ای داشته باشین، حالا کمی سخت میشه که دقیقا بیان روی این کی فریم ها. خب به خودتون میگین اگر کلید شیفت رو نگه داریم و سی تی آی رو درگ کنیم به این سمت، خیلی سریع میتونیم اسنپ کنیم روش و دقیقا میایم روی اون کی فریم ها. این هم درسته، اما مشکل دیگه ای که ممکنه به وجود بیاد اینه که این کی فریم ها دقیقا توی یه زمان نباشن و هر کدوم تو زمان های مختلفی شروع شده باشن. خب اینجا حالا کمی گیج کننده میشه، اگه تعداد کی فریم ها باز هم بیشتر بشه، شما شیفت رو نگه دارین باید هم چشم رو به اینجا بدوزین هم به اینجا بدوزین رو. خب اپاسیتی کجاست؟ اینجاست. حالا یکی فریم های نزدیکتری داشته باشین اسنپ سخت‌تر میشه، شیفت رو نگه میدارین دقیق نمیتونین رو اون بریم. به همین دلیل ما از یه سری شورتکات های استفاده میکنیم، کلید های روی کیبورد جی و کی. خب این جی و کی برای ما چه کار میکنه؟ کلید جی رو میزنم به کی فریم قبل میره، یعنی به پریویس کی فریم هست، و کی که میزنم کی فریم بعدی نیکست کی فریم هستش. خب حالا شما با این پریویس کی فریم و نیکست کی فریم میتونین چشمتون رو به اوپاسیتی بدوزین. خب ما وقتی روی کی فریم اوپاسیتی بریم، گزینه اد اور ریموف کی فریم اینجا خوب اگه نگاه کنیم ببینید که روشن شده و بقیه خاموشن، یعنی تو این زمان
پوزیشن، اسکیل، روتیشن، هیچ کی فریمی ندارم و اوپاسیتی داره. من میتونم خیلی راحت کلید جی رو بزنم و ببینم کی میرسم به اوپاسیتی. این مطمئنن توی پروژه‌ای که خیلی ساده است و شما کی فریم های کمی دارین میتونین دستی و با شیفت هم پیداش کنین. اما اگر کنترل کی میزنم، زمان کامپوزیشن رو بیشتر میکنم، مثلا میذارم 2 دقیقه و 15 ثانیه، وقتی زمان بیشتر بشه شما دیگه خیلی سخت میتونین ببینین که کجا رو چه کی فریمی رفتین و کار سخت‌تر میشه. پروژه که طولانی‌تر بشه و زمان بیشتری داشته باشین، کی فریم ها بیشتر بشه، کار پیچیده‌تر میشه. خیلی از نکاتی که من دارم بهتون میگم برای موقعیت‌های پیچیده‌تر هست، مثل اینکه الان زمان زیاد شد و دیگه شما اصلاً نمی‌بینید که کجا هستین و کی فریم ها کجاست. شاید زوم کنین، اگر به هر دلیلی زوم کردن توی اون لحظه براتون صرفه زمانی یا هر چیز دیگه نداشت، میتونین با همین کلیدهای جی و کی، جی رو که میزنید به کی فریم قبلی تو تایملاین، یعنی ببینید سی تی آی میره عقب همینطور تا برسه به اولین کی فریمی که میبینه، بعد کی فریم بعدی، بعدی و بعدی. خیلی خوب، من جی میزنم، خب اومد روی رو اسکیل روشن شد و اومد به اوپاسیتی رو صفر میکنم. بسیار، پس شما با جی و کی میتونیم به راحتی به کی فریم های بعدی و قبلی دسترسی داشته باشیم. کلید های آی و او هم مشابه کار میکنن. آی رو بزنین این پوینت یا شروع لایه هست، او بزنین اوت پوینت یا انتهاش هستش. خب من شیفت رو نگه میدارم و لایه رو میارم اول تایم لاین هم، یا میتونستم آلت هوم رو بزنم تا یا ابتدای تایم لاین، یا آلت اند رو بزنم تا به انتهای کامپوزیشن یا تایم لاین هم بره. آلت هوم زنم. بسیار خب، شیفت رو نگه میدارم، سی تی آی رو اسنپ میکنم، به انتهای لایه اند میزنم تو ورک اریام، تا اینجا محدود شه، کلیک راست و تریم کامپ تو ورک اریا. بسیار، شاید دوست داشته باشین کی فریم ها رو چند فریم ببرین جلو، مثلا به یک بار 10 فریم ببرینشون جلو. الان روی 4 هستن، ببرین روی 4 و 10، یا نه 3 فریم دستی برن جلو، یعنی الان روی ثانیه 4 هستیم، روی ثانیه 4 فریم 3 برن. میتونین دستی این کار رو انجام بدین، یا سی تی آی رو ببرین اونجا. بسیار خوب، سی تی آی رو آوردم اینجا. حالا شروع میکنیم به جابجا کردن که فریم ها، شیفت رو هم نگه میداریم تا اسنپ بشن دقیقا به اونجا. میبینید خیلی سریع و جالب این اتفاق میفته. اما روش دیگه ای هم داریم، شما میتونید که فریم ها رو انتخاب کنین، کلید آلت رو نگه داریم و با فلش راست که فریم ها رو یکی یکی جابجا کنین به یک فریم جلوتر یا عقبتر. شرط جالبی هست، اصطلاحا هم بهش میگیم ناچ کردن که فریم ها. آلت رو نگه میداریم، با فلش راست یک فریم انتقالشون میدین جلوتر یا عقبتر. مثلا من میخوام کی فریم هام روی 4:20 باشن، ثانیه 4 فریم 20. آلت شیفت رو نگه میدارم و فلش راست رو میزنم. بسیار خوب، کی فریم هام اگر برم روشون روی 4:20 هستن، یا 20 فریم بخوام عقب بیارم، آلت شیفت دوباره فلش چپ رو میزنم. بسیار عالی، این اتفاق میفته. پس ناچ کردن کی فریم ها رو هم بررسی کردیم. نکته دیگه که فکر میکنم در موردش صحبت نکردیم توی ویدیو گذاشتمون این بود که شما یک تصویر رو میخواین اضافه کنیم به این کامپوزیشن. خب یکی از راه ها درگ کردن هست، ما چون قرار بود که این آموزش ها خیلی کامل باشن سعی میکنیم رو همه راه ها صحبت کنیم. شاید شما یک زمانی براتون صرفه نداشته باشه یا کلا نتونین که لایه‌تون رو درگ کنین توی تایملاین. کنترل زد میزنم. ما توی قسمت فایل که به خیلی از گزینه‌هاش به زودی میپردازیم، گزینه‌ای داریم به نام add footage to comp یا کنترل سلش رو که بزنین تصویر رو میاره پایین. پس من میتونم بیام توی پروجکت پنلم با فلش بالا، همین شکلی هم بالا فلش بالا رو میزنم، لایه‌ها رو یکی یکی چک میکنم. خب این لایه به نظرم خوبه، کنترل استش. خب اینجا باز میرم بالاتر، این لایه هم فکر میکنم این تصویر هم مناسب باشه، کنترل استش. بسیار، این دوتا رو برام وارد کرد. اس میزنم برای اسکیل، کوچکترشون میکنم و توی این قسمت دارمش. پس به این شکل شما روش دومی که میتونین تصاویر رو به کامپوزیشن اضافه کنین رو یاد گرفتید.
اما نکته بعدی که داریم اینه که شما توی کامپوزیشن پنلتون که هستین میتونین کارهای جالبی انجام بدین. بذارین من تصویر رو کلا اینجا دیلیت کنم. وقتی که میخواین تصویرتون یا لایه رو وارد تایم لاین کنین، وارد کلا کامپوزیشنتون کنین، چند تا روش داره این کار. اینکه من این تصویر رو انتخاب میکنم و انتقالش میدم این پایین توی تایم لاین. خب میتونین بالای این لایه بذارین، خط مشکی که این بالا ظاهر میشه بهتون میگه که کدوم میخواین بالای این لایه باشه یا پایینش باشه. خب من الان پایین گذاشتم، میتونم بیارمش بالا، دیلیتش میکنم. میتونین درگش کنین توی زمان خاص. ببینید وقتی من اینجا سمت چپ درگ میکنم تو قسمت کامپوزیشن، این قسمت سمت چپ توی زمان صفر، ابتدای لایه میاد تو زمان صفر، کنترل زد میزنم. اما میتونین بگین توی زمان مشخص بره، میتونین بالا و پایین بودنش رو مشخص کنین که لایه شماره یک بشه یا دو بشه، بالا باشه یا پایین باشه. همزمان میتونین بگین ابتداش یا ایند پوینتش روی ثانیه چند باشه، مثلا روی ثانیه 4 میتونین بذارین. خب زمان ثانیه 4 و میشه لایه اول، کنترل زد میزنم. کار دیگه ای که میتونین بکنین اینه که درگش کنین توی کامپوزیشن پنل. خب توی کامپوزیشن پنل که واردش بکنین، کنترل های جالبی بهتون میده. بذارین من یه تصویر کوچیک‌تر رو وارد کنم تا بتونیم روش بیشتر توضیح بدیم. میتونیم تصویر بزرگتر از کامپوزیشنمون هست، یه خورده توضیح در موردش مشکل، یا بهتره من اصلا از یک کامپوزیشن بزرگتر بسازم. کنترل N میزنم و بسیار. خب من تصویر رو درگ میکنم توی کامپوزیشن پنل. چند تا کنترل خیلی جالب دارم. یک، شما میتونین تصویرتون رو به کناره های کامپوزیشنتون اسنپ کنین. یعنی من وقتی درگش میکنم بالا، کمی که نزدیک کناره ها میشم بالا، خودش حالت آهنربایی پیدا میکنه و اصطلاحاً اسنپ میشه به اون بالا. میتونین به گوشه ها همین کار رو انجام بدین. یعنی میخواین تصویرتون دقیقا بیاد پایین سمت راست کامپوزیشن بشینه، خیلی سریع و جالب این اتفاق میفته و حالت آهنربایی به خودش میگیره. برای اینکه دقیقا بیاد وسط کامپوزیشن، شما میتونین موسیتون رو بیاریم وسط کامپوزیشن و خیلی سریع اونجا اسنپ میشه. خب من میارم وسط، بسیار اینجا اسنپ شد و حالت آهنربایی به خودش گرفت و دقیقا اومد وسط. پس شما هر تصویری که داشته باشیم به راحتی میتونیم بیارینش وسط. حالا اینکه وسط رو چطور سریعتر تشخیص بدین، در موردش توی همین ویدیو اواخر ویدیو با صحبت کنیم. اما تقریبا وسط رو که پیدا کنیم میتونیم همونجا بذاریم و انکور پوینت یا وسط لایه دقیقا میتونه توی همون قسمت قرار بگیره. اما سوالی که عموما میشه اینه که چطور اگر یه تصویر رو اینجا داریم، بعد از اینکه وارد کامپوزیشن کردیم خواستیم بیاریم این وسط، چه کار بکنیم؟ چند تا راه داریم. راه هایی که شما دارین اینه که کنترل، ببینید ما وقتی تصویر رو وارد کامپوزیشن میکنیم در حالت عادی خودش اسنپ میشه و حالت آهنربایی برای کنارها داره، اما وقتی واردش کردیم چطور این کار رو انجام میدیم؟ کلید های کنترل و شیفت رو نگه میداریم و بعد اول درگ میکنیم بعد کنترل شیفت رو نگه میداریم. یادتون هست توی ویدیو قبلی گفتم که اول نباید شیفت رو نگه داریم، اول باید کاری که میخوایم رو انجام بدیم، بعد حالا کنترل و شیفت رو نگه میدارم و میتونم به کنارها دوباره همون حالت اسنپ رو به وجود بیارم. میارمش وسط کامپوزیشن و خودش حالت آهنربایی به اونجا میگیره و دقیقاً اومد وسط. این یه روش هست که شما میتونین همچین کاری رو انجام بدین، نگه داشتن کنترل و شیفت و درگ کردن. روش جالب دیگه ای که دارین اینه که روی تصویرتون کلیک راست میکنین، یعنی توی ترانسفورم یا توی کامپوزیشن پنل این کار رو انجام میدین، یا توی تایملاین کلیک راست ترانسفورم، یا توی لایر ترانسفورم. همه جا این قسمت براتون فعال میشه که من فیت تو کامپ رو بهتون توضیح دادم. اما کاری که شما میتونین انجام بدین اینه که از شورتکاتی استفاده کنین توی ترانسفورم به نام center in view یا control home، که شما به راحتی میتونید تصویرتون هر جایی که باشه control home رو بزنیم و بیارینش وسط کامپوزیشن. control home، این هم یه شورتکات جالب و کاربردی هست که میتونید ازش استفاده کنیم و مطمئنن توی کار خیلی کمکتون میکنه. ما توی تایملاین وقتی داریم کار میکنیم، کم و زیاد کردن پارامترها، شاید گاهی اوقات من درگش میکنم کنترل شیفت رو نگه میدارم میچسبونم پایین سمت چپ، کم و زیاد کردن پارامترها
گاهی اذیتمون میکنه. مثلا شما میخواین یه لایه رو سریع برسونین به این سمت راست تصویر، الان خیلی کند داره میره. با نگه داشتنه، به وقتی دارین درگ میکنین، نگه داشتنه شیفت سرعت کم و زیاد کردن 10 برابر میشه. این کم و زیاد کردن پارامترها اصطلاحا بهش میگیم اسکراپ کردن. خب شیفت رو که نگه دارین، سرعت اسکراپ کردن یا کم و زیاد کردن اعداد 10 برابر میشه. اما فکر کنیم که ما از 327 میخوایم برسیم 328.5 مثلا. خب این خیلی سخت رسیدن بهش، یعنی خیلی سریع پارامترها کم و زیاد میشن. خب شما اگر در حالی که دارین درگ میکنین به جای شیفت کنترل رو نگه دارین، سرعت کم و زیاد کردن رو 10 برابر کم میکنه و خیلی دقیق روی پارامترهایی که روی اعدادی که دوست دارین میتونین برسین. پس اگر شیفت رو نگه دارین، سرعت کم و زیاد کردن 10 برابر میشه، کنترل زد میزنم. اگر کنترل رو نگه دارین، سرعت کم و زیاد کردن 10 برابر کم میشه، یعنی 1/10 میشه و شما میتونین به راحتی خیلی دقیق پارامترها رو کم و زیاد کنید. نکته دیگه‌ای که بهش نپرداختیم این بود که با اسکیل که دارین کار میکنین، یه سری نکات داره اسکیل. خب خیلی ساده و روون میدونین که وقتی اسکیل رو کم و زیاد میکنین در جهت ایکس و وای هر دو کم میشه یا هر دو زیاد میشه، یعنی ایکس و وای به هم لینک هستن برای اینکه تو کار راحت‌تر بشین، این راحتی تو کار رو برامون میاره. اگر از طریق پارامتر بخواید اینا رو اصلا جدا کنین، گزینه‌ای دارین constraint proportion که کلیک میکنین میتونین ایکس و وای رو جداگانه کنترل کنین، میتونین جداگانه کنترلش کنین یا حتی اینجا توی خود کامپوزیشن پنل جداگانه اسکیلش کنین. اما بخوایم به حالت عادی برگردونین، شاید گاهی اوقات سخت باشه یا زمان بر باشه که بخواین تو هر دوتا دوباره یک عدد رو تایپ کنین، مثلا این 256.7 هست تو اینم تایپ کنین. شما میتونین روی گزینه constraint proportion alt کلیک کنین. کاری که انجام میده اینه که من هنوز alt کلیک نکردم، کاری که انجام میده اینه که x رو توی y کپی میکنه، یعنی 256.7 رو توی y هم کپی میکنه. من alt کلیک میکنم و دقیقا همین اتفاق میفته، x رو توی y کپی میکنه. خب روش خیلی عالی هست که زودتر بهتون نتیجه میده و سریع میتونیم به چیزی که میخواین برسیم. بریم سراغ بخش بعدی که روی کی فریم ها میریم. برای این که کنترل کی میزنم، من زمان رو میرسونم حدودا 20 ثانیه. بسیار عالی. خب من میخوام برای پوزیشن یک کی فریم داشته باشم. خیلی سوال میشه که من کنترل آلت اف میزنم تا استلام فیت تو کام بشه و اندازه کامپوزیشن بشه. کشیدگی خیلی مهم نیست، الان فقط دارم نکته بهتون توضیح میدم، خیلی اهمیتی نداره که کشیده هستشون، با خود تصویر خیلی کاری نداره. خیلی سوال میشه که آیا برای کی فریم زدن هم ما شورتکاتی داریم یا نه. بله شورتکات وجود داره برای کی فریم زدن. شما میتونین کلید alt رو نگه دارین و مثلا برای پوزیشن میخواین کی فریم بزنین، alt shift p بزنین برای پوزیشن، یا فرضاً برای اسکیل میخواین روسانی یک کی فریم داشته باشید، alt shift s. خب سوالی که خیلی میشه اینه که یک دو سه. خب سوالی که خیلی میشه اینه که شما میتونین کی فریم ها رو هم با شورتکات ایجاد کنین. بله امکان پذیر هست. شما کافیه که برین تو زمان مشخص، مثلا میخواین برای پوزیشن کی فریم داشته باشید، کلیت های Alt و Shift رو نگه میدارین و P میزنین تو برای پوزیشن یکی فریم بخوره. حالا برای اسکیل مثلا تو ثانیه 5 میخوام یکی فریم داشته باشم، Alt Shift S برای اسکیل یکی فریم میزنین، Alt Shift R برای روتیشن، Alt Shift T و برای انکور پوینت Alt Shift A. از شما برای هر کدوم که بخواییم به این شکل میتونین کی فریم داشته باشین. خب پس با Alt Shift و شورتکات گزینه مورد نظر میتونین همچین کاری انجام بدین. خب بریم سراغ یه سری نکات در مورد کی فریم ها. ما بیشتر روی هر قسمتی که میریم توی ویدیو توضیحات رو میدیم و توی ویدیو بعدی میریم سراغ نکات. خب من یه تصویر اینجا دارم، خاطرتون هست که توی ویدیو قبلی ما چند تا تصویر رو یه انیمیشن خیلی ساده و جالب بهشون دادیم که مطمئنم پیشرفته ترش هم توی چند تا ویدیو آینده میکنیم. اما بریم سراغ نکاتی که تو کی فریم ها داریم. من اینجا
یه آرچ پی میزنم، یه کی فریم پوزیشن، توی 2 ثانیه انتقالش میدم تا اینجا تا کی فریم دوم و مسیر حرکت دوم رو داشته باشم و نهایتا انتقالش میدم پایین. خب بیم کمی در مورد هندل ها صحبت کنیم، این که هندل هایی که ما داریم و قبلا هم دیدیم که این نقاط رو اگه جابجا کنیم هندل ها رو، مسیر حرکت یا موشن پس هم تحت تاثیر قرار میگیره، چه کاری انجام میدن. قبل از اون ببینید کی فریم های ما رو حالتی هستن به نام اتو بزیر. خب کی فریم های اتو بزیر کاری که انجام میدن اینه که در طول مسیر حرکت، در طول مسیر حرکت توی قسمت هایی که ما مثل این یه قوس رو داریم، یه پیچ داریم و تغییر مسیر داریم، اینجاها رو سعی میکنن خیلی جالب و نرم برامون درست کنن که یه حرکت به یک باره نداشته باشیم، که جایی که میخواییم تغییر مسیر بدیم خیلی یک دفعه این اتفاق بیفته و خیلی نرم این تغییر مسیر رو برامون ایجاد میکنه. خب شما توی افتر افریکس میتونید تعریف کنید که به این شکل نباشه. میتونید بیاین توی ادیت، پرفرنسز، جنرال و گزینه توی بخش جنرال گزینه دیفالت اسپیشال اینترپولیشن تو لینیر رو فعال کنید. خب از این بعد کی فریم هایی که ایجاد میکنیم نباید حالت اوتو بزیر داشته باشن و جاهایی که تغییر مسیر داریم نباید به اون شکل گرفت بشه. خب این اتفاق افتاد. دلیلش اینه که گاهی تغییرات اساسی که به این شکل میدین باید نرم افزار ریستارت شه و بعد از اینکه دوباره بازش کردین میتونین تغییر رو مشاهده کنین. من نرم افزار رو میبندم و دوباره بازش میکنم. مطمئنا این دفعه با تغییرمون رو ببینیم. من یک بار دیگه تصاویر رو وارد میکنم. تونستیم پروژه رو سیف کنیم، دوباره بازش کنیم، اما کنترل N میزنم، اینتر همون کامپوزیشن قبلی رو میسازم و همون تصویر رو هم وارد میکنم، اینجا میذارم، اسکیلش میکنم، بسیار همون موقعیت قبلی رو داریم. شما پوزیشن رو فعال میکنین توی حدوداً 2 ثانیه این کی فریم و اگر این دفعه مشاهده کنین میبینین که کی فریم ها به حالت لینیر یا خطی و زاویه دار هستن به این چه. خب این گاهی ممکنه ما همچین حرکت های لازم داشته باشیم، بستگی به موقعیت داره که دارین کار میکنیم. خب با انواع مختلف کی فریم ها الان میتونیم آشناشیم. من میام توی ادیت، پرفرنسز، جنرال، معمولا این گزینه رو فعال نمیذاریم، اوکی میکنم. خب دوباره میام کی فریم میزنم. اگه تغییر رو بخواین ببینین مطمئناً یک بار دیگه باید نرم افزار رو ریستارت کنین. قبل از اینکه سراغ نکات بعدی برم این کار رو انجام میدم. فایل ها رو وارد میکنم، یک کامپوزیشن میسازم، همون فایل قبلی رو، تصویر قبلی رو وارد میکنم. بسیار عالی. بریم سراغ نکات خیلی مهم و جالبی که توی ادامه داریم که پرمه ها دوباره به حالت اتوبزیه برگشتن. چطور میتونیم این حالت های مختلف رو سویچ کنیم؟ آیا هر دفعه که بخواییم این کی فریم رو به حالت لینیر داشته باشیم نیازی هست که بیایم نرم افزار رو ریستارت کنیم یا نه؟ توی خود نرم به جز پرفرنسز روش های دیگه هم هست. مطمئنا روش های دیگه هم وجود داره که الان دیدیم روش صحبت میکنیم و کار رو برامون خیلی جالب تر میکنه. اولا اینکه کی فریم های اتو بزیر دقیقاً چی هستن و به چه شکل دارن عمل میکنن، طبق چه قانونی ما تا این اندازه انحنا داریم توی این مسیرمون و تغییر مسیر. این تغییر مسیر بر این اساس اتفاق میفته که توی اتو بزیر میاد روی کی فریم قبل و بعد از اون قسمتی که این تغییر مسیر رو داریم، کی فریم قبل و بعد رو نگاه میکنه و بین اینها یه خط فرضی ایجاد میکنه. یه خط فرضی الان خودتون به صورت ذهنی اینجا ایجاد کنین. هندل هایی که برای این قرار میده دقیقا موازی هستن با این خط، دقیقا با این خطی که اینجا اگه ذهنی بکشین این موازی هستش. حالا مثلا فرض کنیم من اگر این رو به این شکل در بیارم و روی این کلیک کنم میبینید که دقیقا با خطی که اینجا ترسیم میکنید ذهنی این موازیه. پس قانون کی فریم های اتو بزیر این هست که یه خط موازی با خط فرضی این بین ایجاد میکنه و معمولا اگر شما
یه مسیر خیلی نرم و انحنادار نیاز داشته باشین عالی جواب میده بهتون. خب چطور میتونیم بین حالت‌های مختلف سویچ کنیم؟ چند تا راه داریم. میتونید کی فریم‌ها رو انتخاب کنین، روی کی فریم‌ها کلیک راست می‌کنین، یا میان تو بخش انیمیشن قسمتی داریم به نام کی فریم اینترپولیشن، کنترل آلت کی، که من روی کی فریم‌ها معمولاً عادت دارم کلیک راست می‌کنم و توی کی فریم اینترپولیشن میام مسیر نزدیک‌تر راحت‌تری هست، یا میتونید شورت‌کات رو به خاطر بسپرین و از کنترل آلت کی هم استفاده بکنین. بخش کی فریم اینترپولیشن هست. سه تا گزینه داره. احتمالاً توی ویدیوی بعدی ما تمام این گزینه‌هایی که توی بخش کلیک راستمون هست و توی انیمیشن هست اکثرش رو بشناسیم، فکر می‌کنم همه رو بتونیم توی همین یک دو ویدیو بررسی کنیم. توی کی فریم اینترپولیشن نیا سه تا قسمت اصلی داریم: تمپورال اینترپولیشن، اسپیشال اینترپولیشن و روینگ، که ما در مورد تمپورال اینترپولیشن و روینگ احتمالاً توی ویدیوی بعدی صحبت می‌کنیم. بخش اسپیشال اینترپولیشن بخش اصلی کارمون هست. ما مسیرهای حرکتی که و کیفرم‌ها، بهتر بگم کیفرم‌هایی که توی کامپوزیشن پنل می‌بینیمشون و مسیر حرکت ما رو تشکیل میدن بهشون میگیم اسپیشال اینترپولیشن، از نوع اسپیشال اینترپولیشن هستن. پس اسپیشال اینترپولیشن که توضیحش هم دقیقاً این زیر داده به معنای کلاً مسیر حرکت و کیفرم‌هایی که مسیر حرکتمون رو می‌سازن هستش. خب الان رو حالت اوتو بزیر هست. اوتو بزیر رو هم بهتون توضیح دادم، یه مسیر اتوماتیک، یعنی این انحرا رو به صورت اتوماتیک درمون در میاره و موازی با خط فرضی بین کیفرم قبلی و بعدیش این رو هندل هاش رو میذاره، مسیر رو تعیین میکنه. اما حالت بعدی کانتینیوس بزیر هست که میخوایم بهش بپردازیم. کانتینیوس بزیر حالتی هست که شما میتونید کی فریم ها رو خودتون کنترل کنین، بگین این انحنا تا چه حد باشه، مثلا به این شکل. توی اوتو بزیر کاری که انجام میداد این بود که خودش تشخیص میداد به چه شکل باشه مسیر حرکت، اما شما همیشه این رو لازم ندارین. شما گاهی شاید این قوس ها، پیچ ها و شیب ها رو خودتون بخواین کنترل کنین، پس به خاطر داشته باشین اوتو بزیر برای زمانیه که نیازی به تغییر خیلی زیاد اینا نداشته باشین، اما اگر نیاز به تغییر داشته باشین حتما حالت باید تغییر کنه از حالت اوتو بزیر به کانتینیوس بزیر. کانتینیوس بزیر در حقیقت همون اوتو بزیر هست، اوکی میکنم، در حقیقت همون اوتو بزیر هست که فقط یک بار روی هندل ها کلیک شده و به محض اینکه هندل اوتو بزیر رو تغییر بدین به حالت کانتینیوس بزیر تغییر بدین. اما حالت دیگه ای داشتیم به نام بزیر. خب بزیر چه کار میکنه؟ پس ما از پایین شروع کردیم، اول اوتو بزیر رو شناختیم، کانتینیوس بزیر. بزیر کاری که انجام میده اینه که ببینید، نمیدونم تغییر رو دادم یا نه، نه رو همون کانتینیوس بزیر هست. اوکی. برای زمانی هست که شما کی فریمتون رو، یعنی بهتر بگیم هندل ها و موشن پس رو بخواین ورودی، ببینید اگه این ور رو ورودی فرض کنیم، این ور خروجی باشه، توی ورودی میخواین هندل یه شکل دیگه داشته باشه. الان هندل ها به هم وابسته، هندل راست و چپ رو اگه نگاه کنین، راست رو بیاریم بالا چپ میره پایین، راست رو بیاریم پایین چپ میره بالا، پس به هم وابستن. این کلا تو همه جهات صدق میکنه. خب میخواین از هم جداشون کنین، مسیر حرکت رو دوست دارین خودتون تعیین بکنین. کلیک راست میکنم روی کی فریم اینترپولیشن، یا میتونین انیمیشن کی فریم اینترپولیشن از این قسمت بیاین. حالت بزیر رو انتخاب میکنین، اوکی میکنم. حالت بزیر رو خیلی راحت از این انتخاب کردن توی کی فریم اینترپولیشن، و جالبیش اینه که هندل ها رو از وابستگی هم در میاره. شما میتونین در یک سمت از کی فریمتون اگر خوب دقت کنین حالت لینیر داشته باشین، یه حالت زاویه و اینجا یه حالت گرد و حالت بزیر. بزیر ترکیبی از لینیر و حالت اوتو بزیر هست. خب کلیک راست میکنم کی فریم اینترپولیشن. پس اوتو بزیر، کانتینیوس بزیر و بزیر رو میشناسیم. حالت لینیر هم که مشخصه، حالت زاویه داری هست و اصطلاحاً هیچ اینترپولیشن و گردی و انحنایی وجود نداره توی کی فریم. پس این سه حالت اسپیشال اینترپولیشن هستن که ما معمولاً باهاشون سر و کار داریم. یه سری نکات جالب هم داره، در مورد اون هم حتما صحبت.
اما توی خود کامپوزیشن پنلتون بدون اینکه وارد کیفریم اینترپولیشن بشین چطور میتونیم به این حالت ها دسترسی داشته باشیم؟ خب این هم میتونه نکته جالبی باشه که شما بتونیم به این حالت ها جای دیگه هم دسترسی داشته باشیم. من کیفریمی که اینجا دارم، کیفریم ثانیه دو، کیفریم دوم و وسط، میخوام نوع این رو تغییر بدم. اگر رو ابزار پنتول بیایم اینجا که کم کم باش آشنا میشیم، کلیک رو روش نگه میدارم، چند تا ابزار زیر شاخه داره خود پنتول که توی دو سه تا ویدیو بعد باهاش کارهای خیلی اساسی و جالبی انجام میکنه. الان بهش کاری نداریم. اد ورتکس تول، دیلیت ورتکس تول، کانورتکس ورتکس تول و ماسک فیدر تول که همه ابزارهای بسیار مهمی هستن. ما الان میخوایم روی کانورت ورتکس تول کار کنیم. چند تا کار میتونین الان با کانورت ورتکس تول بکنیم؟ فعالش میکنم و میام روی کی فریم یک کلیک میکنم. کاری که انجام میده اینه که لینیر رو به اتو بزیر تغییر میده. میتونیم توی کی فریم اینترپولیشن هم چک کنیم به حالت اتو بزیر تغییر کرد. یه بار دیگه کلیک میکنم، میبینید که میتونیم بین این دو تا حالت سویش بکنیم. خب ما شورتکاتی در حالت عادی نداریم برای کانورت ورتکس تول. کلید جی شورتکات پن تول هست که وقتی جی میزنیم بین پن تول و ماسک فیدر تول اینجا سویش میکنه و این گزینه های وسط رو بهشون کاری نداره. میتونیم بیاین تو ادیت پرفرنسز جنرال دنبال گزینه بگردیم که این گزینه نه گزینه وجود داره که وقتی فعالش میکنیم بعد پن تول شورت کات تاگلز بتوین پن اند ماسک فیدر تولز. بسیار این رو غیر فعال میکنم. میگه که شورتکات جی رو که میزنین، شورتکاتی که برای پنتول مشخص شده، تاگل کنه یا کلن سویچ کنه بین پنتول و ماسفیدر تول که ما این رو نمیخوایم، میخوایم بین همه سویچ کنه. پس من اگر از این به جی رو بزنم میبینید جی جلوی همه اومد. ماسفیدر تول چون شورتکات خیلی مهم و جالبی هست و معمولا ما از این گزینه ها کمتر استفاده میکنیم به خاطر همین سویچ شده بین پنتول و ماسفیدر تول. اما گاهی شما عادت داشته باشین یا نیاز داشته باشین که با شورتکات این کار رو انجام بدیم، با کانورت ورتکس تول این کار رو بکنیم. کلید جی رو چند بار که بزنین میتونین برسیم بهش. خب اما به جای این که اصلا کلن سویچ بکنین و حالت دیفالت افتر افکتس رو اصلا دستکاری بکنین این گزینه رو که شورتکات رو از بین پنتول و ماسپیدر تول برداریم، این کار دیگه هم میتونین بکنین. ما به کانورت ورتکس تول با روش‌های دیگه هم دسترسی داریم. شما کافیه روی کیفریم میتون توی کامپوزیشن پنل آلت کلیک کنید. من لایه رو کیفریم رو انتخاب میکنم و ببخشید روی پن تول باید باشیم، روی پن تول باید کلیک کرده باشیم. حالا ببینید کافیه که بیام اینجا و کلیک کنم. بسیار. البته ما توی ورژن های قبلی این رو داشتیم، من اشتباه کردم، الان آلت رو هم نیاز نیست نگه داریم، فقط کافیه که کلیک کنیم. پس روی پن تول که باشین اصلا نیازی نیست روی کانورت ورتکس تول برین، فقط میتونین کلیک کنین بین لینیر و اتو بزیر. خب به خودتون میگین حالت های دیگه چی مثل بزیر و کانتینیوس بزیر؟ اونا که خیلی راحتن، کافیه که هندل ها رو جابجا کنین شد کانتینیوس بزیر و کافیه که الان شما هندل ها رو بیاین یک کدومشون رو جابجا کنین. خب هندل ها به هم وابستن، وابستگیشون رو چطور از بین ببریم؟ میتونین با همین کانورت ورتکس تول این کار رو انجام بدین. بسیار خوب، با کانورت ورتکس تول میتونین هندل ها رو وابستگیشون رو از هم از بین ببرید. فقط چند تا نکته داره استفاده از این کانورت ورتکس تول. خب اولین نکته‌ای که داره اینه که من برای اینکه هندل ها رو وابستگیشون رو از هم از بین ببرم لازم نیست دیگه بیام روی پن تول. اون کلید آلت که گفتم الان میتونه برامون سودمند باشه. شما کلید اگه بدون آلت اینا رو جابجا کنین به هم وابستن، اگه آلت رو نگه دارین و جابجا کنین میبینین که تغییر میده به حالت بزیر و هندل ها وابستگیشون از هم از بین میره. خب یه نکته، شما آلت رو نگه میدارین
و میایین وابستگی هندل ها رو از بین میبرین. یادتون باشه وابستگی دیگه از بین رفته، دستتون رو باید از روی آلت بردارین، چون اگه یه بار دیگه رو هندل با آلت کلیک کنین دوباره برمیگره به حالت کانتینیوس بزیر. خب پس شما تمام این حالت ها رو میتونین برعکس داشته باشین، میتونین از حالت کانتینیوس بزیر آلت رو نگه دارین، به بزیر تغییر حالت بدین، یا یعنی اینکه دوباره اگه بخواییم به بزیر برگردیم آلت کلیک میکنیم به کانتینیوز بزیر بخواییم برگردیم و با آلت درگ میتونین با اون حالت برگردیم. میتونین اینجا با ابزار با فعال کردن پنتول اینجا کلیک کنین برین تو حالت لینیر و اوتو بزیر. ما تمام این حالت ها رو تو خود کامپوزیشن پنل هم میتونین داشته باشیم. پس فکر میکنم در مورد این که بخواین حالت‌های مختلف اسپیشال اینترپولیشن رو تغییر حالت‌ها رو خودتون ایجاد کنین کاملا متوجه شده باشین و براتون مفهوم باشه. خب بریم سراغ اتفاق دیگه‌ای که ممکنه براتون بیفته، من نقطه‌اش رو صحبت کنیم. فرض کنید که من میخوام تصویرم تا ثانیه 2 اینجا بیاد، از 2 تا 4 همینجا ثابت باشه و نهایتا از 4 تا 6 میان دقیقا روی 6 و کی فریم رو هم میارم اونجا. بسیار عالی. من میخوام از 0 تا 2 تصویر به اینجا منتقل شه، از 2 تا 4 همینجا ثابت باشه. خب میتونم کی فریم رو کنترل سی بزنم، کپیش کنم کنترل سی و بیام تو ثانیه 4 کنترل وی بزنم. بسیار خب ببینید تا اینجا میاد و از اینجا حرکت میکنیم. میتونیم کی فریم رو انتخاب کنیم و با هندل هاش هم کار کنیم، مثلا به این شکل اینجا بیاد ثابت و بره. با هندل های این کی فریم هم میتونیم کار کنیم به شکلی که میخواییم. خب این ثابت بودن رو ما خیلی عالی ایجاد کردیم. مشکلی که گاهی ممکنه به وجود بیاد و باید باش دست و پنجه نرم کنیم اینه که فرضا من کی فریم رو پاک میکنم، کی فریممون رو حالت کلیک راست میکنم، کی فریم اینترپولیشن رو حالت کانتینیوز بزیر هستش. خب رو حالت کانتینیوز بزیر هست. حالا ممکنه شما یک زمانی آلت رو نگه داریم و به حالت بزیر اینها رو تغییر بدیم. مشکل از زمانی به وجود میاد که شما بخواید دو تا کی فریم بزیر رو پشت سر هم، کی فریم های یکسان بزیر رو پشت سر هم بذارید. کنترل سی میزنم اینو کپی میگیرم توی ثانیه 4 کنترل وی. اتفاقی که میفته اینه که ما یه حرکت به این شکل داریم، یه حرکت پیچشی به این شکل داریم. مشکلی که بعد از قرار گرفتن دو تا کی فریم بزیر توی افتر افکتس پشت سر هم به وجود میاد. پس شما هیچ زمان نباید دو تا کی فریم بزیر رو پشت سر هم به این شکل قرار بدید. خب از خودتون پرسیدین پس چه راه حلی داره؟ بالاخره یه همچین موقعیت ممکنه گیر کنه، چه کار میتونیم بکنیم؟ چند تا راه داریم. یکی از این راه ها استفاده از حالتی هست به نام تاگل هولد کی فریم. شما تاگل هولد کی فریم رو که کلیک کنین، بذارین من قبل از اینکه روی این تصویر بهتون تاگل هولد کی فریم رو بگم، روی تصویر دیگه همین تصویر رو وارد کامپوزیشن هم میکنم و میام یه سری کی فریم حرکتی براش ایجاد میکنم. اصلا مهم نیست مسیرمون به چه شکل باشه، فقط میخوام مفهومش رو بهتون بگم. کار تاگل هولد کی فریم اینه که میتونید کلیک راست کنید روی کی فریم ها و تاگل هولد کی فریم رو بزنید. ببینید نقاط ریزی که بین کی فریم ها بود از بین رفت و انگار شما حرکتی ندارین، یه حرکت پریشی دارین. ببینید من از ثانیه 0 یه دفعه به 2 انتقال پیدا میکنم، به 4 و به 6. حرکت های پریشی به این شکل رو میتونین داشته باشه. خب کنترل زد میزنم، حالا یک کی فریم رو فقط میان تاگل هولد کی فریم میزنیم. خب ببینید شکلی که اینجا داریم خیلی مهمه. شکل داره به همون میگه ما، ببینید یه طرفش کامل صاف هست، این طرف یه شکل سزلی مثلث مانند ما داریم. اون قسمتی که صاف میشه یعنی ما از اینجا به بعد تا کی فریم یا مقدار بعدی هیچ حرکتی نداریم. ببینید خب ما از این خاصیت میتونیم توی قسمت قبلی استفاده کنیم. کلا تاگل هولد کی فریم کاری که میکنه اینه که اطلاعات قبل از خودش رو نگه میداره، یعنی هیچ کاری به
مسیر حرکت قبل از خودش و به کی فریم قبلی هیچ کاری نداره. کلا کی فریم ها یک اصلی که در موردشون وجود داره کمتر در موردش صحبت میشه اینه که همیشه یه جورایی به زبان ساده بخوایم بگیم صاحب اختیار زمان بعد از خودشون هستن. خب ما تاگل هول کی فریم رو هم که میزنیم زمان بعد از خودش رو داره تحت تاثیر قرار میده. ببینید من فرضاً برای این کی فریم کنترل زد میزنم به حالت عادی برمیگردونم، برای این کی فریم این یکی وقتی کلیک راست میکنم تاگل هول کی فریم میزنم از اینجا تا بعد از خودش رو تحت تاثیر قرار میده. من لایه قبلی رو میتونم فعال کنم، یه دونه یو میزنم تو کی فریم ها رو ببینم، بسیار عالی. کی فریم رو انتخاب میکنم، کلیک راست و تاگل هولد کی فریم. معمولا تاگل هولد کی فریم این مشکل رو حل میکنه. اگر کنترل زد میزنم دو تا کی فریم، پس دوباره توجه کنید دو تا کی فریم بزیر پشت سر هم داریم و میخوایم اینجا یه حالت ثابت بودن داشته باشیم، شما کافیه که برای اولی یعنی کی فریمی که ابتدای ساکن بودن هست کلیک راست تاگل هولد کی فریم رو بزنیم و خیلی عالی مشکلمون رو رفع میکنم. پلی میکنم یک بار این میزنم انتهای ورک ایریا، کلیک راست رو میکنم تو ورک ایریا و صدا رو هم میتونم قطع کنم، سیف کنم بر پر تو رم پریویو بگیرم. توی شروع کار با کی فریم ها ممکنه چند تا مشکل خیلی ساده بخوریم که در موردش بهتون توضیح میدم. البته اگه مطالبی که بهتون گفتم رو خوب توجه کرده باشین و متوجه شده باشین بعید میدونم به همچین مشکلاتی بر بخوریم، اما در هر صورت ما روی این گزینه ها بهتر صحبت داشته باشیم. یه تصویر رو وارد تایملاین میکنم. خب تی میزنم برای اوپاسیتی، اوپاسیتی رو سیف میکنم و توی 2 ثانیه 100%ش میکنم. خب طریقه دقیق درستی که فریم زدن این هستش که شما پارامتری که دارین ببینید اول همیشه اول توی زمان مشخص مثلا ثانیه 1 ثانیه 0 جایی که میخواین حرکت یا اتفاق مورد نظرتون شروع بشه اونجا کی فریم رو اول فعال کنین، بعد پارامتر مورد نظر رو به مقدار دلخواه بذارین و مثلا توی چند ثانیه زمان رو ببرین اونجا و پارامتر رو تغییر بدین تا کی فریم دوم ایجاد بشه. خب مشکلی که برای خیلی‌ها به وجود میاد توی شروع کار و شاید حواسشون نباشه اینه که کی فریم رو فعال میکنن مثلا اینو به صفر میرسونن یا اصلا گاهی کی فریم رو فعال نمیکنن فقط این رو به صفر میرسونن مثلا تو ثانیه 2 حالا کی فریم رو فعال میکنن و صدش میکنن و میبینن هیچ تغییری ندارن. پس ببینید اشتباهی که من زیاد دیدم بعضیا انجام میدن مثلا اینجا 0 تو ثانیه 2 کی فریم فعال میشه و 100 میذارم. خب ببینید ما هیچ تغییری نداریم، اول ما همیشه باید کی فریم رو فعال کنیم. من مثالی براتون زدم اینکه این کی فریم مثل دکمه رکورد هست، شما اول باید رکورد رو فعال کنیم بعد حرکات رو ضبط کنیم. توی دوربین اول باید دکمه رکورد بخوره بعد شروع میکنه به ضبط کردن. خب ما اول دکمه رکوردمون رو روشن میکنیم که توی افتر افکتس استاپ واچ هست. خب روشنش کردیم و مقدار اولیه رو وارد کردیم، عالیه. حالا زمان رو تغییر میدیم و مقدار ثانویه رو میذاریم. مشکل دیگه که به وجود میاد و بعضی ها مشکل دارن اینه که تو همین زمان اولیه میان این رو ثبت میکنن و حالا زمان رو جابجا میکنن. یک ترتیب خیلی منظم و خاص و جالب داره، اصلا گیج نمیشین اگر چند بار تمرین کنیم و نظمش رو یاد بگیریم. اول کی فریم رو فعال میکنیم، مقدار مورد نظر توی مبدأ و زمان مقصدتون و مقدار مشخص. پس شما چیزی که با توجه کنین اگر مشکلی داریم با کی فریم زدن اینه که توی هر زمانی که هر اتفاقی میخواد بیفته دو تا چیز توجه کنین. اولا که کی فریم حتما اولش روشن شه، مقدار رو تغییر بدین، زمان بیاین تو زمان مقصدتون باز مقدار رو تغییر بدین. توی زمانهای مختلف هم کی فریم ها رو چک کنین که وجود داشته باشن، مثلا تا ثانیه 4 و به این شکل پلیش میکنم. خب
ابزار دیگه ای داریم به نام اوتو کی فریم. این ابزار کلن برای این به وجود اومده که اگر با این موضوع که کی فریم زدن رو معمولا فراموش میکنین، چون این معمول هست توی کسایی که کار رو تازه شروع میکنن، این که فراموش میکنن که کجا باید کی فریم رو فعال کنن، وقتی اینو تغییر میدن میان تو این زمان، حالا میبینن هیچ اتفاق نیفتاد، یا اینکه اصلا فراموش میکنن کی فریم رو تو زمان مشخص خودش روشن بکنن، حالا یه اتفاق بیفته. خب ابزار اوتو کی فریم از، اگر اشتباه نکنم، از ورژن CS5، آره از ورژن CS5 اضافه شد به افتر افکتس. خب ابزار اوتو کی فریم کاری که انجام میده اینه که شما فعالش میکنیم و من بخش ترانسفورم رو باز میکنم. من توی ثانیه اول، توی فریم اول تصویرم رو انتقال میدم جایی که میخوام، اینجا میخوام باشه. اسکیلش هم بذارین اصلا کلا من توی خود صفحه کار کنم، میخوام کوچیک‌تر بشه. یه دبلیو هم میزنم برای روتیشن، کمی میچرخونمش به این شکل. ببینید که به صورت اتوماتیک کی فریم خودش اینجا خورد. گفتم برای کسایی خوبه که کی فریم زدن رو فراموش میکنن معمولا، اما این اوتو کی فریم گاهی هم ممکنه مشکل ساز بشه براتون. ابزار سودمندی میتونه گاهی باشه، اما گاهی میتونه مشکل ساز هم باشه برامون. کی میتونه مشکل ساز باشه؟ شما معمولا بعد از اینکه با اوتو کی فریم کار میکنیم فراموش میکنیم که خاموشش کنیم. خب حالا من میام مثلا توی این کی فریم به اینجا که میرسم، یا مثلا نه یه جای دیگه، مثلا اینجا، خب میگم مثلا بد نیست که کمی اوپاسیتیش کمتر بشه، چون لازم ندارم اوپاسیتی اینقدر، اوپاسیتی رو کمتر میکنم. شما هیچ کی فریمی برای اوپاسیتی نزدیم پس شاید به اینجا توجه نکنیم. خب اما بعدن که توی کارتون نگاه میکنیم میبینیم کی فریم اوپاسیتی داریم، میبینیم کی فریم اوپاسیتی داریم. خب اینجا کمش کردیم، میبینیم نه خوب نیست، متوجه هم نمیشین که کی فریم اوپاسیتی خورده. حالا میایین و اوپاسیتی رو بیشتر میکنین، خیلی خوب، و فکر میکنین کارتون انجام شد. بعدن که نگاه میکنین میبینین که اوپاسیتی کی فریم خورده و اینجا کمه، به این شکل زیاد میشه. پس یادتون باشه اگر با ابزاری اوتو کی فریم کار کردین، که من پیشنهاد نمیکنم چون معمولا لازم نمیشه، اگه شما تسلط پیدا کنیم به پوزیشن، روتیشن، اسکیل، اوپاسیتی، ولی کی فریم زدن هاشون اصلا نیازی ندارین که از اوتو کی فریم استفاده کنین. چند بار تکرار کنین خیلی راحت و سریع دستتون میاد. خب پس اگر استفاده کردین از اوتو کی فریم، حتما بعدش خاموشش کنین و از کی فریم ها کلا استاپ واچ و کی فریم ها رو سعی کنین خودتون کار کنین و کلن یاد بگیرین، خیلی بهتر و راحت تره و احتمال خطایی هم توش به وجود بیاد کمتره. اول کی فریم ها رو فعال میکنین، جای مورد نظر، اسکیل مورد نظر، روتیشن مورد نظر، مقصدتون، مقصد زمانی و نهایتا تغییرات ثانویه. خب ما توی بخش انیمیشن افتر افکتس یه سری گزینه ها رو شناختیم، این کی فریم زدن ها، تغییر زمان ها، بخش تایمینگ رو جلسه پیش توی ویدیو قبل خیلی راحت و ساده در موردش صحبت کردیم. خیلی سخت نبود با دور کردن کی فریم ها از هم، شما میتونید همچین کاری رو انجام بدین. اگر یک دسته کی فریم هم میداشتیم، مثلا من اینجا یه حرکت هایی میدم به کارم، بسیار یه سری حرکت داریم اینجا. حالا چطور میتونیم این کی فریم هایی که اینجا داریم رو به صورت دست جمعی بیایم زمانبندیشون تغییر بدیم، مثلا همه اینها توی 2 ثانیه بخوان انجام بشه تمام این حرکت. خب بهتون گفتم توی ویدیو قبل داریم یادآوری میکنیم اینکه دستی اینا رو به این شکل جابجا کنین روش مناسبی نیست، چون نسبت های بینشون به هم میخوره. کنترل زد میزنم همه اینها رو سر جای اولشون برمیگردونم، انتخاب میکنم به صورت دست جمعی اینها رو، یا میتونین اینجوری انتخاب کنین، یا اگه توی تایملاین زوم کردین و به همه اشراف ندارین و خیلی سخته که باز از حالت زوم در بیارین، کافیه که
روی پوزیشن، روی خود پوزیشن کلیک کنیم اینجا و کلی کی فریم ها انتخاب میشن. حالا کلید آلت رو نگه میدارم و کی فریم آخر رو درگ میکنم بیاد اینجا. یا باید با کی فریم آخر این کار رو انجام بدین یا با کی فریم اول. با کی فریم هایی که این وسط هستن نمیشه این کار رو بکنین، کی فریم های وسط رو انتخاب کنین و این جابجایی رو انجام بدین، حالتی رو به وجود میاره که اسکرالشون میکنین، یعنی جابجاشون میکنین. شما آلت رو نگه میداریم و کی فریم آخر یا اول رو درگ میکنین. خب دقیقا سی تی آی رو میارم روی ثانیه دو، آلت رو نگه میدارم و میتونم شیفت رو هم نگه دارم، همزمان کار اسنپ رو هم انجام میدم و دقیقا کی فریم رو میارم روی این قسمت. خب یه سری گزینه های دیگه هم هست که میتونیم یاد بگیریم توی نکاتمون. این ویدیو کوتاه‌تر هست، میتونه توی ویدیو بعدی خیلی مفصل‌تر میخوایم نکات بخش انیمیشن رو بگیم و چند تا مثال جالب هم داریم. حتما منتظر ویدیو بعدی باشین. شما میخواییم مسیر حرکتی که دارین رو برعکس کنین، یعنی حالا که کار رو اومدین انجام دادین ببینین که میخواستین شروع، ببینید الان شروع اینجاست و پایان اینجاست، حالا شما میخواییم دقیقا برعکس باشه، یعنی شروع ثانیه صفر اینجا باشه و دقیقا پلیش بیاد تا اینجا. خیلی راحت میتونین این برعکس شدن رو انجام بدین. کافیه ببینید تو بخش انیمیشن بخشی داریم به نام کیفرم اسیستنت که شما میتونین رو کیفرم ها کلیک راست بکنین. کیفرم اسیستنت خیلی دم دست‌تر و سریع‌تره. شما میتونید روی کیفرم کلیک راست کنین، کیفرم اسیستنت و گزینه‌ای داریم به نام تایم ریورس کیفریمز که اگه این رو بزنین دقیقاً حرکتتون برعکس میشه. بسیار خوب، منتظر ویدیوهای بعدی باشین. توی ویدیوهای اول ما مجبوریم کمی به حالت تئوری کار کنیم، دلیلش هم اینه که شما اول با خیلی از نکات و گزینه‌ها رو بدونیم و در نهایت بریم سراغ بخش عملی کار که توی چند جلسه آینده این اتفاق میفته و اکثر بخش‌های آموزشیمون از حالت تئوری در میاد، کارهای عملی سر انجام میدیم. امیدوارم با صبر و حوصله بتونین دنبال کنین. اگر انتقادی یا پیشنهادی دارین، انتقادات و پیشنهاداتتون رو میتونین توی سایت مطرح کنین، در اسرع وقت بهشون رسیدگی میشه و پاسخ داده میشه. موفق و معید باشید. رضوان پور مرتضی هستم، منتظر ویدیوهای بعدی.